مقام های سفارت آمریکا در کشور میگویند تلاش هایی را به حمایت از پروسه صلح که توسط رئیس جمهور کرزی و شورای عالی صلح را اندازی شده است آغاز کردند. آیکن بیری سفیر آمریکا در کابل که به ولایت بلخ سفر کرده بود میگوید پروسه صلح با مخالفان دولت افغانستان به گونه شفاف را اندازی خواهد شد. مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان میگوید آنها تلاش های را برای انداختند تا در حمایت از پروسه صلح که توسط رئیس جمهور کرده را اندازی شده و از سوی شورای عالی صلح پیشنهاد گردیده است با طالبان گفتگو نماید. این مطلب را ایکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا که غرض دیدار از ولایت بلخ به شمال کشور سفر نموده بود در یک کنفرانس مطبوعاتی یک جا با عطا محمد نوروالی بلخ بیان داشت. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید هر نوع تلاش هایی که توسط ایالات متحده آمریکا در گفتگو با طالبان صورت میگیرد همانا حمایت آنها از این پروسه است که توسط رئیس جمهور افغانستان را اندازی شده است. سفیر همچنان یک بار دیگر اطمینان داد که پروسه صلح با مخالفان دولت افغان به طور شفاف به شکل را اندازی خواهد شد که مردم افغانستان خواهانش است. First of all, any activity that the United States does, I know that NATO ISAF does with regard to reconciliation is fully in support of your president, President Karzai. It's in direct support of the high people. در این کنفرانس عطا محمد نوروالی بلخ گفته‌های والی پکتیا را رد کرده علاوه داشت کسانی که در شمال افغانستان به دولت پیوست از جمله افراد آقای همدرد است که در مخالفت با دولت تا اکنون قرار داشت. گروه‌های مشخص و معینی که وابسته به کسی دیگه بوده باشه که در بلخ تسلیم شده باشه نیست. هنوز یه طور یک چیز صورت نگرده، شما در جریان هستین. یکی دو گروهی کوچکی بسیار خورده که در چهار بلاک فکر میکنم تسلیم شدن، اونا کسایی بودن که در گذاشته وابسته و مربوط از بسلوبی به خود آقای همدرد بودن. در حال است که جمعه خان همدرد در مصاحبهش گفته بود این افراد مربوط به شورای نظار است که برای نام ساختن پروسه انتخابات مسلح شده و اکنون به نام طالبان جلی برای به دست آوردن پول و امتیازات با دولت یک جا می شوند. عبدالمتین ساک افغان نیوز.